از دوست و استادم آقای موسوی خواهش میکنم بیان شعر بخونند. آقای قبادی بعد از آنتراک در مورد رودریک برامون حرف بزنه که دست کم یه تنوع مضمونی توی ماجرا داشته باشیم. بفرمایید آقای موسوی. مرسی. آقای گذاری رو خود شعری رو بکنم، امیدوارم شما رو خسته نکنم. ابتدا باید یاد بکنم از دوست عزیز در دست رفته ما بختا شاپین که امروز ها داغش رو بر دل ما بروشن. الان میگم بیارم یه مجموع شعری من دارم به اسم حدیث دنیا و دفتر دریا. یه شعر از این مثل اون بخش دفتر دریا رو برای تو نمیدونم. عنوان این سری شعران که در اونجا رو بیمونه بیشترش آمده با دریاست. امروز هم از چنگ مرگ گریختم و شادی ناچیزم را با دریا گفتم. خاموش بود بی جنبش و نشانی از شور، جواب تنه دریا را به فکر فرو رفتم. دو، با دریا گفتم از تو نیز نشانه ای نمی ماند، بسیار غارها که در هم فرو رفتند، بسیار آبها که به آسمان کوچ کردند، بسیار بودها که نابود گشتند. بر نشانه های ما مخم، بر سنگ گوری که باد و بارانش خواهد شست، که غبار زمانش خواهد فرسود. دریا خاموش بود با پوزخند کنایه‌ای بر لب. سه، با دریا گفتم از تو چه میماند جز واژه‌ای تکراری که قرن‌هاست به ساحل می‌پراکنی. من اما جاودانگی را سرودم در واژه‌ای که هر بار تنینی دیگر می‌یابد. دریا گوشش با من نبود، گهواره فلامینگوی بی جفت را تکان می داد. چهار، با دریا گفتم تو فراموشکاری، هنوز نیم سده نگذشته است از آن قروب‌ها که رفیقانم با آوازها و عشق کرانت را می لزندن. هنوز آن افق خونین، هنوز آن بوی ساکت، آن لکه سپید درخشان در تاریکی شانه های مرا می لرزاند. تو اما با سکوتت در این غروب نش کردی که هیچ نگویی. دریا خاموش بود و سرد با موجهای خفیف ردیف درخشان دندان مردگان. پنج، با دریا گفتم آری تو خواهی ماند، با سکوت و خشم گاه به گاهت، با آسمان آبیت و مرغان شناور در باب و کشتی هایی که در اعماقت می پوسند، اما با آنان که بعد از من با تو سخن می گویند از آن چه بر ما رفت چیزی مگو، تحمل دو رنج شانه هاشان را خواهد پسند. دوستان خیلی ممنون که حوصله کردید جلسه رو تا اینجا. برای همچون باز جلسه 10 تا 15 رو دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پذیرایی هم چه بگه؟ پذیرایی هم بگه؟ بله، پذیرایی مهیا سوستان خواهیم.